بهنام ابراهیم زاده، امروز شما در تجمع سالگرد جمعه خونین زاهدان در شهر برلین آلمان حضور داشتیم و چند دقیقه رو سخنرانی کردیم. لطفاً راجع به این اکسیون و موضوع سخنرانیتون برای بینندگان کانال جدید بگید. با سلام و درود به بینندگان تلویزیون شما، تلویزیون کانال جدید. بله، امروز 8 مهر برابر با 3 سپتامبر 2023 در شهر برلین آلمان به فراخوان اعضا و تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی پشت سر ما همچنان که داریم می‌بینید یک تجمع در حمایت از جمعه خونین بلوچستان برگزار شد و همچنان که در پشت سر ما مشاهده ادامه داره. بله، این تجمع در حمایت از مردم بلوچستان بود. همچنان که خبر دادید دیروز هم مردم بلوچستان در ابعاد وسیع‌تری به خیابون اومدن با وجود سرکوب و گسیل کردن نیروی سرکوبگر جمهوری به شهرهای بلوچستان، ولی مردم شجاعانه متحدانه به خیابان اومدن و علیه جمهوری اسلامی شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و ایستاده ایم تا پایان سر دادن. با این حال جمهوری اسلامی دست به خشونت زد و بیش از 20 نفر رو زخمی و مجروح کرد و تعداد زیادی رو بازداشت کرد. بله، امروز من یکی از چند سخنران از سخنرانهای این تجمع بودم که در مورد ستم ملی، تبعیض و نابرابری و ستم زبانی در کردستان، در بلوچستان و در حمایت از مردم بلوچستان صحبت کردم و اشاره کردم که مردم بلوچستان چه در زمان دیکتاتوری شاه و چه در زمان رژیم جمهوری اسلامی همواره تحت ستم ملی، زبانی، قومی، مذهبی بودند و این لازمه که ما مردم ایران، دیگر بخشای ایران در حمایت از مردم بلوچستان این کانون گرم داغ انقلاب کردن، کانون داغ انقلاب شده و مردم بلوچستان همچنان در خیابان هستن، شجاعانه حمایت میکنن و شجاعانه میجنگن با جمهوری. من در سخنرانی گفتم که باید به حمایت از این مردم بلوچستان برخاست، متحدانه در داخل و در خارج به خیابان اومد و جمهوری اسلامی رو عقب راند و محکوم کرد، ایزوله کرد. دیگر سخنرانان در این تجمع به زبان‌های آلمانی، کردی و زبان بلوچی هم صحبت کرد. اونها هم تاکید بر این داشتن که باید از مردم بلوچستان حمایت کرد و مردم بلوچستان رو تنها نگذاشت.